سنی های تندروی طالبان در افغانستان از آخرین نمونه تهجر خود رونمایی کردند و با اعلام ممنوعیت تحصیل بانوان در دانشگاه ها موجی از خشم و اندوه را بر جامعه زنان و دختران افغانستان تحمیل نمودند. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. سنی های تندروی طالبان با صدور دستورالعملی ورود اساتید، پرسنل و دانشجویان زن به دانشگاه ها را ممنوع کردند. 1 سال و 4 ماه پیش بلافاصله پس از استیلای طالبان بر افغانستان، ابتدا دختران از تحصیل در مدارس ابتدایی و متوسطه محروم شدند و بعد از فشارهای گسترده در بعضی ولایات تحصیل دختران صرفاً در مقطع ابتدایی مجاز شمرده شد. ولی دبیرستان ها که در افغانستان از واژه فرانسوی لیسه برای نامیدن آن استفاده می شود، همچنان از پذیرش دختران در تمامی ولایات منع می شوند و این ممنوعیت علی رغم قولهای مکرر مقامات طالبان هرگز لغو نشد. در طول این 16 ماهه استیلای گروه سنی های تندروی طالبان بر سرتاسر افغانستان، همواره تلاش هایی برای جداسازی دانشجویان دختر و پسر و کشیدن پرده و دیوار بین دختران و پسران در کلاس های دانشگاه های افغانستان صورت گرفته بود. اما با توجه به فشار سنگین افکار عمومی داخل و خارج بابت منع ورود دختران به دبیرستان ها و تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی مجامع جهانی، انتظار نمی رفت ممنوعیت جدیدی به آنچه پیش از این رقم خورده بود اضافه شود. در پی این ممنوعیت و محرومیت ورود و تحصیل و کار در دانشگاه های افغانستان، برد پیشتاز زنان افغانستان و جنبش زنان پیشگام با صدور بیانیه‌ای به این اقدام اعتراض کردند و خواهان اجرای عدالت و دستیابی به حقوق اولیه خود شدند. این ممنوعیت خیلی زود با واکنش‌های بین‌المللی هم مواجه شد و سازمان ملل متحد و ترکیه و عربستان سعودی و قطر ممنوعیت سراسری طالبان برای حضور زنان در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به شدت محکوم کردند. وزیر امور خارجه ترکیه گفت که این ممنوعیت نه اسلامی است و نه انسانی. وزارت خارجه عربستان سعودی، کشوری که خود به منع حقوق بانوان مشهور است، نیز این تصمیم را مایه تعجب و حیرت انگیز دانست. حتی مولوی عبدالحمید، روحانی اهل تسنن ایران که همواره مدافع سنی های تندروی طالبان بوده، هم به این ممنوعیت واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. دانشگاه الازهر مصر هم تصمیم سنی های تندروی طالبان برای ممانعت از تحصیل دختران افغانستانی در دانشگاه ها را محکوم کرد و آن را با شریعت اسلامی مغایر دانست. واکنش های داخل افغانستان هم به ممنوعیت ورود زنان و دختران به دانشگاه ها گسترده بود و جمعی از اساتید دانشگاه های این کشور در اعتراض به این ممنوعیت استعفا دادند که شمار آنها به 60 نفر رسیده است. چرا که در نسخه متهجرانه اسلامی که سنی های تندروی طالبان با آن معتقدند، به گفته ندا محمد ندیم، بر زن واجب است که به مرد خدمت کند، نه اینکه آموزش ببیند. اکنون مقامات طالبان چشم امید به جامعه جهانی دارند که به رسمیت شناخته شوند و افکار عمومی نیز می‌پرسند، جایی که به حسب و ناکتاب اللهشان هم عمل نمی‌شود، طالبان افغانستان را به کجا می‌برد؟ سعید بهاری، اخبارشیه. در این باره گفتگویی داشتم با آقای جاوید، فعال حوزه سیاست از فرانکفورت آلمان، و از ایشان پرسیدم با توجه به تلاش‌های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن در مجامع بین‌المللی و شروط سازمان ملل و سایر کشورها برای برداشتن منع تحصیل زنان و دختران در مدارس، چرا ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه به ممنوعیت‌های قبلی اضافه شد؟ تشکر از سوال شما. متأسفانه قبلا اینا تعلیم و تحصیل را برای دخترهای بالاتر از صنف 6 مانع شده بود و اینک در جدیدترین ممنوعیت هایی که نوست کرده، ادامه تحصیل دخترها در دانشگاه را همینا منع ساخته و حتی یک برای دخترهای که فارغ تحصیل شده که اینا مدرک صادر بکنه نکنه، این هم فعلا منع شده، فعلا کم تصمیم گرفته نشده مورد.
خب پشت سر قضیه من فکر میکنم که چندین قضیه دیگه میتونه باشه. اول اینی که نفس ممنوعیت تحصیل برای زنها خودش بیانگری است که رژیم طالب چقدر خصومت علیه زن داره و چقدر خصومت علیه تحصیل زن داره و در واقع اینا چقدر خصومت علیه تحصیل دارن. حتی یکی از مقامات طالبان گفته بودن که کسب علم یک عمل مباح هستند. پس بنابراین گفته میتونیم بگم که در افغانستان تحصیل در واقع به مسخره کشانده شده و طالبان هیچ موافق با این کار نیسته. اما موضوع مهمتر که پشت سر از این قضیه میتونه باشه است که ممکن طالبا پشت سر از این قضیه یک جنایت دیگر انجام بده که دنیا رو با این گزارش و ممنوعیت تحصیل مشغول بکنه، ولی اونا در افغانستان یک کار دیگر انجام بده. مثلا آتش سوزی در سالنگ چیز در حدود 200 تا موتر ساخته بود که گفته میشه به اساس قضیه و اختلافات درونی خود طالبان بوده و یا امکان داره که اینا دست به قتل عام دیگه زده باشه در جای از افغانستان که میدیا یا مثلا رسانه های اطلاع پیدا نکنن. به هر نوع فکر میکنم طالبا به خاطر که ذهن و مثلا میدیا یا اخبار داغ دنیا در مورد افغانستان را تغییر بده، اینا همچنین یک اقدامی را انجام داده و فکر میکنم پشت از قضیه یک کار جنایت دیگه است که طالبا انجام بدن. تشکر.